امروز برای شما عزیزان و همراهان، علم‌آموزان و رهپویان پاسخ به سوالات مهم رو در نظر گرفتم. انشالله با من همراه باشید. این آخرین جلسه است که بعضی از سوالات رو پاسخ میگم، به دلیل اینکه بارها اونها رو پاسخش رو در طول این یک سال دادم. پس با من در ادامه همراه باشید و این کلیپ بسیار مهمی است در برخی از رفع اشکال ها. با درود و احترام و با نام و یاد حضرت قدوس دادار پایدار، حی قیوم، عزیزان هر کجا که هستید، با هر دین و با هر سلیقه و مرام و مذهبی که هستید، امیدوارم که در ظل توجهات حضرت حق یگانه دادار باشید و به پیروان حضرت ختمی مرتبت ایام شهادت امام حسین رو تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که ظل توجهات حضرت حق در این ایام قرار بگیریم. عزیزان و دوستان، بارهای بار یک مطلب رو به شما توصیه کردم، فقط باب توصیه بوده و تجربه اون همین بوده که عزیزان و دوستان، اگر میخواید در علوم غریبه نور حق از دریچه های غیبی بر رو شما باز بشه، یادتون نره به بزرگترها، به پدر و مادر در خانواده و بالاخص کوچکترها. عزیزان، غرور و منیت بیجا باعث افت انسانیت میشه، یادتون نره. و به بزرگترهاتون و بالوالدین احسانا در قرآن هم گفته شده، یادتون نره. عزیزان همراه، بارها من توصیه کردم برای اینکه شما هم در این وادی که حالا ما زحمتی رو میکشیم برای شما، آموزش هایی رو میذاریم که شما در خیلی جاها نمیتونید آموزش ها رو پیدا بکنید، شما هم در قبال این میتونید یک کمک بزرگ به ما بکنید با لایک کردنتون، با کامنت گذاشتنتون، با شیر کلیپ ها به بنده و به کانال ها کمک میکنید که بیشتر در یوتیوب دیده بشن و به اصطلاحاً اون الگوریتم یوتیوب میفهمانید که این کانال ارزش دیده شدن توسط بقیه عزیزانی که حالا به علوم غریبه اصطلاحاً علاقه دارند رو داره و اونها رو، این کانال ها رو به دیگران هم نشون میده. با من همراه باشید تا بریم سراغ پاسخ به سوالات. اولین سوالی که خب خیلی از من سوال میشه، اولین سوال، چرا من به نتیجه نمیرسم؟ بارها این رو من پاسخ دادم به شما عزیزان و دوستان، الان یه پاسخ من میگم. این رو بارها من گفتم. اولا دوستان، خیلی از عزیزان اشکال در داد و گرفت انرژی دارن. یعنی چی؟ من بهتون میگم. بارهای بار دیدید که بنده بهتون میگم سر صبح قبل از عمل برید غسل بکنید و نیت کنید. علت اینجاست، نگاه بکنید عزیزان، یکی از مهمترین علت ها همین غسل کردن و نیت. غسل منظور غسل شرعی که شما فکر میکنید دوچار اشکال هستید نیست عزیزان. تا اسم غسل میاد خیلی عزیزان میگن اصلا ما مشکل شرعی نداریم غسل. عزیزان، دوستان، همراهان، این آب و خاصیت آب است. بارها من بهتون گفتم آب شما رو چیکار میکنه؟ شما رو آمپلیفای میکنه، به حالت یک آمپلیفایر برای شما عمل میکنه عزیزم. یعنی چی؟ یعنی تشدید کننده، یعنی یک انرژی که از شما به سمت کائنات میره اون رو چند صد شاید چند هزار برابر میکنه. عزیزان دوستان، این رو که من به شما میگم علت داره. و مورد دوم هم چه هست که باید این رو خیلی خیلی رعایت بکنید و این رو در سرلوحه کارتون قرار بدید، اون هم این هست که شما حتما نیت درست داشته باشید. عزیزان و دوستان گرامیان، شما وقتی یک کاری رو میخواید انجام بدید باید 100% اراده قلبی و انرژیتون بر اون عمل
اصطلاحاً سوار بشه و بر اون عمل احاطه بکنه اون عمل رو. خیلی از عزیزان من دیدم دیگه این رو، حالا خیلی از عزیزان منکر میشن، اما دیدم اکثر ماها میشود یا نمیشود هستیم، یا میشود یا نمیشود. این باعث میشه کار شما به هیچ زمانی انجام نشه. عزیزانی میان داخل کانال هی میپرسن آیا کسی اینجا این مثلا این دعوت رو انجام داده؟ خب همین سوال رو بپرسید کارتون تمومه برای همیشه. چرا؟ چون شما شک دارید در انجام یک عمل. عزیزان یک کار درست غلط رو هم درست انجام بدید، نه یک کار درست رو با شک و تردید. اگر حتی یک کار غلط هست رو هم سعی بکنید به درستی انجام بدید. متاسفم برای کسانی که بارهای بار به اونها توصیه کردم که عزیزان دل، شما وقتی میخواد یک کاری رو انجام بدید یا سراغش نرید یا حتما انجامش بدید. بگویید در کار، در این کار موفق میشوم. بماند که علوم غریبه اعمالش مثل اثر انگشته. ممکنه 50 نفر یک عمل رو به نتیجه نرسند در یک بار دو بار، شما اون کار رو انجام بدید و به نتیجه برسید. پس لطفاً خواهش میکنم اگر میخواید وقتی رو بذارید در کاری، این اعمال رو به این صورت با خودتون رو راست باشید، خودتون رو در چهارراه نگذارید. دقیقا مثل این میمونه، شما در یک چهارراه گیر کردید و نمیدونید که کجا به اینجا برید، اینجا برید، اینجا برید، اینجا برید، کجا میخواید برید، هیچ نمیدونید، گیجید، همش علامت سواله، کجا میخواید برید. یک راه رو انتخاب بکنید، حتی اگر غلط، اراده رو 100% بر اون تسلیم بکنید و 100% بر اون اراده رو قرار بدید و در اون راه حرکت کنید. مطمئن باشید موفق میشوید. این رو از یاد نبرید عزیزان. چیزی رو که من به شما بارها گفتم و باز هم تکرار میکنم که اموری رو که بنده آموزش میدهم 100% انجام شدنیست. دیگه بعدش بستگی به خودتون داره. اگر شما رفتید شک کردید در عمل، عملتون نتیجه نداد و سرشکستگی براتون آورد، دیگه خودتون میدونید عزیزان. بنده گفتم چه کار بکنید و وقتی شما عملی رو درست نمیخواید انجام بدید، دچار اشکال میشید، خب معمولا به این نتیجه میرسید دیگه. چه کار میشه؟ اینجوری میشید. پس لطفاً و لطفاً دقت کنید. این از این. مسئله دومی که خیلی از عزیزان سوال میکنن و سوال کردن، ما چرا مثلا طلسم مینویسیم یا مثلا احضار میکنیم؟ یک مدت کوچولوی جواب میده، بقیه مدت ها جواب نمیده. علتش رو من به شما میگم. اولا عزیزان اگر دقت بکنید، من بنده زیاد در کانالم تلسم قرار نمیدهم. علت داره. تلسم دو تا کار درش 100% باید داشته باشید، یا عامل باشید یا چشم بصیرت یا چشم سومتان باز باشد، یا اینکه حالا انرژی کندالینی در شما قوتمند باشه. عزیزان وقتی که شما هیچ کدوم از اینها رو ندارید و از یک عامل یک تلسمی رو میگیرید، بنده مثلا هر کسی یک فرد عامله، این فرد عامله یه تلسم شما تفویض میکنه، این تلسم زمان دارد و محدودیت. شما نمیتونید برید بر هر کسی هر روز پاشید رو انجام بدید عزیزان. این هم زمان داره هم محدودیت داره. بعد بیش از حد قلم بزنید بدون اذن، بدون اینکه خودتون اذن دریافت بکنید، نه از اذن عامل، چون اذن عامل محدوده، بدون اینکه خودتون اذن دریافت بکنید، وقتی دارید میرید قلم میزنید عزیزان، چیزی جز ضرر نصیب شما نمیشود. علتش هم این هست. تلسم
انرژی بیش از حدی از شما میکشه و از اصطلاحاً اون حاله شما میکشه و از انرژی که بخواید در طلسم دخل و تصرف بکنید. شما نگاه بکنید، من یه مثالی بزنم اینجا، این دوتا زنجیر رو نگاه بکنید. این قوای منفعله است، اینم فاعله. این فاعله ها معمولا علوی هستن، این منفعله ها معمولا سفلی هستن، یعنی ارضی هستن. شما برای اینکه این زنجیر اصلی باشید، این شما هستید. وقتی این اجازه رو نداشته باشید یا اون اصطلاحا عامل نباشید یا اون انرژی رو نداشته باشید، یه بعد یک مدت کوتاه عملتون یواش یواش شروع میکنه به افت. و اینکه اگر جدول باشه از اینجا شما شروع بکنید میره بالا، یهو افت میکنه. بعد ضمن اینکه بماند برای خودتون هم دردسر درست میکنید، گرفتگی در زندگی درست میکنید و خیلی ها متاسفانه خیرات نمیدن، خیرات نمیکنن، هزینه از اینو نمیگیرن که خیرات بکنن یا زکات بدهن و هزار یک داستانی که پیش میاد. یکی دیگر از مسائلی که خیلی از عزیزان در اون اشکال دارند و من قرار بود برنامه مجزا براش تهیه بکنم، تحسین است. تحسین چیه عزیزان؟ من بارها گفتم تحسین از کلمه حسن میاد. حسن یعنی حصار، یعنی مراقبت، یعنی سپر. میدونید یه آدمی که پشت یه سپری قایم شده باشه، وقتی شما تحسین میکنید یک حصاری، حصار انرژیکالی دوربر شما میاد. اگر شما اینجا باشید، یک حصار انرژیکال دوربر شما شروع میکنه به چرخش. این فرقش با مندل این هست، مندل اینجا رو مراقبت میکنه، اما تحسین اینجا رو مراقبت میکنه. عزیزان شما وقتی که تحسین نداشته باشید، شما مندل هم داشته باشید، به محض اینکه جایی رخنهی پیدا بشه، شما رو مطمئن باشید مثل موجودات مثل عفاریت، حتی مندل اطرافتون هم مندل باشه. اگر مندلی که بنده مخصوص اون رو در برنامه مجزا گفتم و اجازه دار هم هست که گفتم از اون مندل استفاده بکنید، وقتی اونجور مندلی نداشته باشید که شما رو دایرهی بگیره، موجود مثل عفاریت از پایین شما رو میزنه، اینجاست که تحسین به درد شما میخوره. یه مسئله دیگه هم اسراف هست. اسراف چیه دوستان؟ اسراف یعنی انصراف دادن. این اسراف عمار، انصراف دادن عمار منزل یا هر مکانی تا زمان محدود. شما میخواد یک عملی رو شروع بکنید، خب در یک خانه نشستید، اینجا مندل کشیدید، تحسین کردید، اینجا نشستید، اینجا این موجودات هستن، اینجا هستن، هی شروع میکنه به چرخش در این منطقه و این یک فضای انرژیکال هست. اگر بخواد احضاری بکنید، دعوتی بکنید یا هر چی که بکنید، این نیروها مثل یک سپر عمل میکنن. اصطلاحا در علوم غریبه بهش میگن فساد در عمل، میگن فساد در عمل، میگن عمار مفسده میکنند در اعمال شما، در اعمال شما، چه تلاسم باشه، چه اصطلاحاً دعوات باشه، چه احضارات باشه، چه ختوم باشه، فرق نمیکنه، مگر اینکه یک زمانی شما انقدر قدرتمند و صاحب اجازه هستید که به محض شروع خود عمار مکان رو ترک میکنه تا زمانی که شما اصطلاحاً عملتون تمام شد. یه چیز دیگه دوستان سوال کردن در مورد حصار، گفتن آیا حصار دائم داریم؟ عزیزان این یک فریب است. ما چیزی به نام حصار دائم همیشگی که 24 ساعت رو کله ما باشه نیست، مگر شخصی که خودش کندالینی بسیار قدرتمندی داشته باشه و با حوزه انرژی خودش رو محافظت بکنه، وگرنه انگشتری که حصار دائم باشد نیست دوستو، بالله تالله والله نیست. اگر ما میگیم انگشتری رو بگیرید ببرید، عزیزان این انگشتر شارژبل، قابلیت شارژ داره، باید هر چند زمان شارژش کنید.
اینجوری نیست که متاسفانه خیلی ها میگن و بساط درست کردند. شما بندم در هر کجا، حتی اون حساری که اجازه دار هست بنده گذاشتم، به شما گفتم هر دو هفته حسار را تمدید کنید عزیزان. یا برای کسانی که کار انجام میدیم میگیم لوح رو همراه داشته باشید. این لوح هر چند موقع، مثلا هر 6 ماه یک بار با اون غسل بکنید و دوباره حسار رو تمدید بکنید عزیزان. مسئله دیگه که خیلی 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 دیگه کله من رو بردن دوستان، از بس سوال کردن، انگشتر موکلدار و موکلدار. دوستان این وجود خارجی ندارد مگر این داخل پرانتز است، افرادی که عاملند و از موکلین یا خدام عهد شخصی دارند. دوستان گرامی، بارهای بار من خدمت شما عرض کردم، گفتم که انگشتر موکلدار فروشی بازار نیست. عزیزی که اسمت لا اله الا الله الف زد هست، چرا سر مردم کلاه میذاری با انگشتر؟ چرا میگی این انگشتر موکل داره؟ از مردم پولهای کلان داری میگیری؟ خودت میدونی چه دروغی داری تحویل مردم میدی؟ نکن این کار رو، نکن این کار رو، صدمش رو خواهی خورد. شما با کدوم موکل اینقدر عهد داری که هر روز برای شما از هر کدوم از لشکرش کلی انگشتر میگیری میده به ملت؟ نکنید این کار رو. اگر دوستان بنده میبینید میگم انگشتر زمانه، مثلا بر فرض مثال شرفی هست یا شرف قمری هست یا انگشتر مثلا خاتم فلان هست، اینها خواتیم هستن دوستان، خاتم دارن، تلسم دارند. هیچ کس نمیگه اینها یه نیروی مخصوص رو خود انگشتر نشستی، یا به قول اون هموطنی که عرب هست میگه 283 موکل داره. این داستانها چیست به مردم؟ میگه واقعا خجالت آوره. مسئله آخری که من خیلی خیلی بارها تأکید کردم به دوستان، برای احضارات، برای دعوات عزیزان، اولا دومن سومن، عزیزانی که تازه کارند دست به دعوات نزنند. اگر میخواید دست به دعوات بزنید، بارها من بهتون گفتم ابتدا روحانیت کافی بگیرید. در خود کانال بارهای بار کلیپ در مورد روحانیت، شاید بیش از 30 تا کلیپ دارم در مورد روحانیت عزیزان، که روحانیتتون رو ببرید بالا، ختوم روحانیت رو انجام بدید، بعد انشالله با کلیپ هایی که مخصوص دعوات هست برید شروع بکنید. عزیزی که میری دست میزنی به دعوات در وهله اول، نمیتونی خودتو کنترل بکنی و خدای نکرده، خب من گفتم خط مندل بکشید، خط مندلم که از این اون رفتید یاد گرفتید که خب خط مندل اصلا چیز مهمی نیست، بعد آسیب میخوری. بعد اون موقع وقتی بنده همه موارد را به شما ذره به ذره توصیه کرده ام، دیگه ضرر خودتان میبینید. بنده بارها گفتم عزیزان، مثلا در فلان جا خط مندل لازم نیست، اما شما اگر تازه کار هستید یا نیمه راه هستید بکشید عزیزان دل. علوم غریبه آسان به دست نمی آید و آسان نیست. باز هم میگم در لحظه آخر، چیزی که بهتون میگم کلید تمام کارتون هست، صبر صبر صبر، عبادت، نماز، از دروغ و غیبت و قضاوت و و و و و پرهیز کنید دوستان عزیز، و نماز و عبادت را جدی بگیرید، صبر داشته باشید عزیز.
امیدوارم که عزیزان و دوستان اینقدر که بنده گلو خودم رو پاره میکنم برای شما، شما هم به خودتون یه ذره اهمیت بدید. از اینکه در این برنامه هم همراه ما بودید سپاسگزارم. کانال رو حمایت کنید دوستان. عزیزانی بارها به من پیام دادم، متاسفانه ادمین کانال یه چند مدتی نیستن، خودم به شخصه به سوالات شما پاسخ میدم و ادمین از امشب دوباره اومدن و انشالله سوالات رو برای من ارسال میکنن. کلیپ ها رو برای من، در کلیپ هر کامنتی اومده و سوالی هست رو خواهم جواب داد. و آنچه که در تلگرام عزیزان سفارش دارن برای پاکسازیش و برای بقیه چیزها، انشالله ادمین کارهاتون رو انجام میده، بندم در خدمت شما هستم. کانال رو با لایک هاتون، با کامنت هاتون حمایت بکنید. شیر کلیپ ها یادتون نره، با این راه بهترین کمکی است که میتونید به ما داشته باشید. دوستان عزیز و گرامیان، مسئله رو هم یادم نره، در مورد جن و جنیان هست. دوستان تو این کانال من چیزی در مورد جنیان و ارضیات نمیگم، خیالتون رو راحت بکنم. کسانی که میاد میگید آقا در مورد ایتوش و نمیدونم اتلوش و اینها بذارید، بنده این کارها رو نمیکنم. اگر ناراحت هستید قدمتون روی چشم بنده و از کانال مرخص بشید. سپاسگزارم. در پناه حی قدوس باشید و تا برنامه و آموزشی دیگر شما رو به دادار پایدار میسپارم. دادار پایدار یارو یاورتون.